جلد اول از کتاب Illustrated Everyday Expressions، درس 14، پارت دوم. Speak ill of، یعنی بد حرف زدن درباره. Speak ill of، speak ill of. He began to speak ill of his ex-girlfriend، یعنی اون شروع کرد به بد حرف زدن درباره دوست دختر قبلیش. He began to، اون شروع کرد به، speak ill of، بد حرف زدن درباره his ex-girlfriend، دوست دختر قبلیش. The workers spoke ill of the factory owner، یعنی کارگرها در مورد صاحب کارخونه حرفای بدی زدن. The workers، کارگرها، spoke ill of، حرفای بدی زدن در مورد the factory owner، صاحب کارخونه. She spoke ill of the man who had married her friend، یعنی اون در مورد مردی که با دوستش ازدواج کرده بود حرفای بدی زد. She spoke ill of، یعنی اون حرفای بدی زد در مورد the man who، اون مردی که، had married، ازدواج کرده بود با her friend، دوستش. شخص A میگه Why does everybody speak ill of Katie؟ یعنی چرا همه درباره کیتی حرفای بدی میزنن؟ Why does everybody، یعنی چرا همه، speak ill of Katie، درباره کیتی حرفای بدی میزنن؟ شخص B میگه Because she is greedy and unkind، چون که اون حریص و نامهربونه. Because، چون که، she is greedy، اون حریصه، and unkind، و نامهربونه. بنابراین speak ill of یعنی بد حرف زدن درباره. speak ill of، speak ill of، speak well of یعنی حرفای خوبی زدن درباره. speak well of، speak well of. He always speaks well of his parents، یعنی اون همیشه در مورد پدر مادرش حرفای خوبی میزنه. He always، یعنی اون همیشه، speaks well of، حرفای خوبی میزنه درباره his parents، پدر مادرش، والدینش. The boss spoke well of the new worker، یعنی رئیس حرفای خوبی درباره کارگر جدید زد. The boss، رئیس، spoke well of، حرفای خوبی زد در مورد the new worker، کارگر جدید. The teacher speaks well of your son، یعنی معلم حرفای خوبی در مورد پسرت میزنه. The teacher، معلم، speaks well of، حرفای خوبی میزنه در مورد your son، پسرت. شخص A میگه Do people speak well of her؟ یعنی آیا مردم در مورد اون حرفای خوبی میزنن؟ Do people speak well of her؟ آیا مردم در مورد اون حرفای خوبی میزنن؟ شخص B میگه Yes, they do. They say she's very patient and kind. بله میزنن. اونا میگن اون خیلی صبور و مهربونه. Yes, they do. بله میزنن. They say، اونا میگن She's very patient، اون خیلی صبوره، and kind، و مهربونه. بنابراین speak well of یعنی حرفای خوبی زدن درباره. speak well of، speak well of. spend on یعنی پول خرج کردن سر چیزی. spend on، spend on. how much did you spend on your pants، یعنی چقدر سر شلوارت پول خرج کردی. how much did you spend on your pants، چقدر سر شلوارت پول خرج کردی. He spends all his money on gambling، یعنی اون همه پولش رو سر قمار خرج میکنه. He spends، یعنی اون خرج میکنه، all his money، همه پولش رو، on gambling، سر قمار. I spent too much money on that trip to Hawaii، میگه سر اون سفر به هاوایی پول زیادی خرج کردم، یا اینکه بیش از حد پول خرج کردم. I spent too much money، یعنی من پول زیادی خرج کردم، یا اینکه بیش از حد پول خرج کردم. on that trip to Hawaii، یعنی سر اون سفر به هاوایی. شخص A میگه
How much do you spend on food each week؟ یعنی هر هفته سر غذا چقدر پول خرج میکنی؟ How much do you spend؟ یعنی چقدر پول خرج میکنی؟ On food، سر غذا، each week، هر هفته. شخص بی میگه About $50 I guess. How about you؟ یعنی حدس میزنم تقریبا 50 دلار، یعنی اینکه گمان میکنم تقریبا 50 دلار. تو چطور؟ About $50 I guess. یعنی حدس میزنم تقریبا 50 دلار، یعنی اینکه گمان میکنم تقریبا 50 دلار. How about you؟ تو چطور؟ بنابراین spend on یعنی پول خرج کردن سر چیزی. Spend on، spend on. Stand for یعنی اینکه نماد چیزی بودن یا اینکه مخفف چیزی بودن. Stand for، stand for. The dove stands for peace، یعنی کبوتر نماد صلحه. The dove، کبوتر، stands for peace، نماد صلحه. The heart stands for love، یعنی قلب نماد عشقه. The heart، قلب، stands for love، نماد عشقه. In China the color red stands for good luck، یعنی توی چین رنگ قرمز نماد خوششانسیه. In China، توی چین، the color red، رنگ قرمز، stands for good luck، نماد خوششانسیه. شخص A میگه What does your middle initial stand for؟ یعنی حرف اول اسم وسطت مخفف چیه؟ What does your middle initial stand for؟ حرف اول اسم وسطت مخفف چیه؟ بچه ها کلمه initial به معنی اولین، نخستین، آغازین هستش، به معنی حرف اول اسم هم هستش. تو این جمله به معنی حرف اول اسم هستش. شخص B میگه DS is for Simon. It was my grandfather's name. یعنی حرف S برای سایمنه، یا بهتره بگیم حرف S مخفف سایمنه. این نام پدر بزرگم بود. DS is for Simon. یعنی حرف S مخفف سایمنه. It was my grandfather's name. یعنی این نام پدر بزرگم بود. بچه اینجا این نکته رو من بهتون بگم. اگه دقت کردید من گفتم DS، نگفتم DS. خب ما میدونیم همیشه بعد D اگه حروف صدادار بیاد D D خونده میشه، ولی خب همونطوری که میدونید S جزء حروف صدادار نیستش، ولی چون ما میگیم S و با E شروع میشه و E یه صدای صدادار هستش، بنابراین اینجا میشه DS. بنابراین stand for یعنی نماد چیزی بودن، مخفف چیزی بودن. Stand for، stand for. Stay up یعنی بیدار موندن. Stay up، stay up. The boy stayed up late playing video games، یعنی اون پسر تا دیر وقت بیدار موند داشت بازی ویدیویی میکرد. The boy یعنی اون پسر stayed up late، تا دیر وقت بیدار موند playing video games، داشت بازی ویدیویی میکرد. The children were not allowed to stay up after 9، یعنی بچه ها اجازه نداشتن بعد ساعت 9 بیدار بمونن. The children یعنی بچه ها were not allowed، اجازه نداشتن to stay up، که بیدار بمونن، after 9، بعد 9، بعد ساعت 9. He had to stay up late to study last night، یعنی اون دیشب مجبور شد تا دیر وقت بیدار بمونه که درس بخونه. He had to یعنی اون مجبور شد stay up late، تا دیر وقت بیدار بمونه to study، که درس بخونه، last night، دیشب. شخص A میگه I went to sleep at 3 a.m. last night، یعنی من دیشب ساعت 3 رفتم که بخوابم. I went to sleep یعنی من رفتم که بخوابم. At 3 a.m. ساعت 3، last night، دیشب. شخص B میگه Wow you stayed up late، یعنی Wow تا دیر وقت بیدار موندی. Wow، Wow you stayed up late، تا دیر وقت بیدار موندی. بنابراین stay up یعنی بیدار موندن.
stay up. Stay up. خب بچه ها، این پایان پارت دوم بود. روزتون بخیر. خدا نگهدار.